بسیج البته دو جلوه دارد. یک جلوه، جلوه مجاهدت در عرصه دفاع سخت است. در دوران 8 سال دفاع مقدس معجزه حضور بسیج در اونجا خودشو نشان داد. مجموعه های نظامی ما دلگرمیشون به حضور بسیجی ها بود در میدان نبرد. بعد از اون هم در موارد گوناگون در کشور هر حادثه‌ای پیش آمده، بسیج در میدان دفاع سخت، دفاع نظامی حضور داشت. همچنین عرصه دفاع نرم، جنگ نرم، در عرصه جنگ نرم هست، یعنی عرصه علم، عرصه خدمت رسانی، عرصه سازندگی، عرصه تبلیغات دینی، عرصه فرهنگی. در این عرصه ها هم بسیج مثل عرصه نظامی حضور دارد و باید حضور داشته باشد. در بسیج همه این چهره ها وجود دارند، از حسین فهمیده و بهنام محمدی و محسن حججی و ابراهیم هادی، از این چهره ها بگیرید تا شهدای هسته‌ای. شهدای هسته‌ای هم بسیجی هم، همت، باکری، زین الدین، سیاد، بله سیاد ارتشی اما بسیجی بود، بابایی ارتشی بود اما بسیجی بود، حسین خرازی و اینها سپاهی بودن اما بسیجی بودن، تا چمران و آوینی و کاظمی و کاظمی آشتیانی که سلولهای بنیادی رو برای ما به ارمغان آورد، برای کشور همونقدر بسیجی است، صدها چهره نام‌آور دیگر. من میخوام بگم عزیزان من، اینا الگو هست. جوان در همه جای دنیا به الگو نیاز داره. اینا الگوی جوانان، این الگوها رو زنده کنید، اینها رو بازآفرینی کنید. امثال این چهره ها هر روز بایستی در بسیج ظهور کنن، بروز کنن.